سلام به شما دوستای خوبم اسم من بهتاش اینجا ویدیو آرت ویژن و خیلی خیلی خوش اومدید به پارت دوم این ورکشاپ که توی این پارت همونطور که گفتم قرار نورپردازی و ساخت متریال رو پیش بریم اگر با من پیش رفته باشید که راحت الان مدل سازی رو انجام دادید این ویدیو رو ببینید خیلی راحت نور نورپردازی و ساخت متریال رو هم پیش ببرید و یک خروجی با کیفیت داشته باشیم قبل از اینکه بریم سراغ خود نرم افزار و ادامه کار رو پیش بریم حتما اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید نظرتون رو حتما در انتهای ویدیو برام بنویسید حتما اگه سوالی براتون پیش اومد توی گروه تلگرام مطرح کنید به همشون پاسخ میدیم و حتما حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید زنگوله بغلش هم بزنید همین الان که هر وقت ما ویدیو جدیدی میذاریم برای شما یه نوتیفیکیشن میاد خیلی راحت مطلع میشید و تشریف میاد ویدیو جدید ما رو هم میبینید بریم سراغ خود نرم افزار خب توی ویدیو قبلی ما تا اینجای کار رو پیش رفتیم و مدل سازی آبجکت گذاری کادر بندی و تمام ستاپ هایی که نیاز بود برای استارت نور پردازی رو انجام دادیم برای ادامه کار من اگه و هایت کنم که بتونیم کار رو یه مقدار ببینیم سلکت و های سلکشن میرسیم به نور پردازی نور پردازی هم خودش دو تا بخش اصلی داره یعنی یعنی به دو روش بهتره بگم میشه نور پردازی رو انجام داد یا اینکه صحنه رو شیدد میکنیم و نور رو انجام میدیم یا اینکه نه سمت شیدد کردن صحنه نمیریم یک کل نور رو انجام میدیم یعنی متریال های اولیه کار رو میسازیم و بعد متناسب با نوری که داریم میایم یعنی هی متریال بالانس میکنیم دوباره میریم نور رو تست میکنیم دوباره متریال بالانس میکنیم که این روش دوم یه مقدار نیاز به تجربه بیشتری داره و شاید خیلی دقیق کارتون پیش داره و ما از همون روش اول میخوایم پیش بریم یعنی که بیایم صحنه رو کامل یک دست و یک رنگ بکنیم یعنی چی یعنی اگه شما تشریف تو تب یعنی رندر ستاپ تب ویری گزینه گلوبال سویچز اینجا برای شما هستش اوورراید رو را میزنیم و یک ویری ام نسبت بدیم الان کل صحنه ما یک متریال توسی خام داره حالا برای ادامه کار میایم اینجا یک نور قرار میدیم پشت صحنه پشت پنجره باز بخوام. و نور را را حالت یک لایت اتوگیر روشن میکنم و پشت پنجرم یک ویری لایت ترسیم میکنم وقتی که ویری لایت رو ترسیم کردیم میام تو تنظیمات اون یا مدار تنظیماتش رو چک بکنیم اولین نکته این که این ویزیبلش میکنم و بریم تست بگیریم و متناسب با تستی که میگیریم بیایم حالا تنظیمات رو روی اون انجام بدیم نورم حالا سلکشن قرار میدم و حالت رندر اگه اشتباه نکنم رو باکت و بذارم و همینطور بریم آی پی آر رندر بگیریم ببینیم که الان چه خروجی بهمون به میده الان داره تست رندر رو به هم میده و خروجی خوبی دارم یعنی شاید الان همین نور با شدت سی و دیفالتش اوکی باشه یه مقدار میخوام تغییراتی روی اون انجام بدیم من پاز میکنم و رفرنس رو یه بار دیگه با هم ببینیم خب این رفرنس کاره اگه دقت بکنید نوری که ما الان اونجا قرار دادیم یه مقدار صحنه رو تحت تاثیر قرار داده اما خیلی نگرانش نباشید چرا چون تمی که ما قرار کار بکنیم یک مقدار حالت دارک و تیره داره و اگه یه دلیلی که اینجا یه خورده اوور اکسپوز شده رو اصلا نترسید یعنی واقعا نیاز هستش که یه مقدار نور ما اینجا یک اوور اکسپوز باشه که وقتی متریال میریم یک نور خیلی خوبی و بهمون به تحویل بده سایه ها عالیه شدت کار عالیه فقط یه نکته‌ای که الان باید بهش توجه بشه چیه اونم اینه که یک مقدار نور من زیادی سفیده نمیخوام نور گرم ایجاد بکنم و نه تن سردیه میخوام سردتر بکنم نورمو یعنی یک رنگی به اون نورم نسبت بدم تمپریچرش رو مثلا میذارم 7500 یه مقدار حتی یعنی تم آبی رنگ بگیره کارم خیلی جذاب میشه تست میگیریم با هم میبینید تم آبی رنگ اومد خیلی کار من جذاب تر شد حتی باز هم میتونه از اینی که هست آبی تر باشه چرا الان دارم رنگ آبی رو براش انتخاب میکنم به دلیل اینکه که تم کار میبینید یه حالت زرشکی تیره است و یه گرمی خاصی داره و به اون نور آبی که من اینجا ایجاد میکنم کاملا همه خونسا میکنن یک نور عالی تحویل کارم میده یعنی یک رندر خیلی با کیفیت و خوبی رو میتونم داشته باشم مجدد تست میگیرم با رنگ الان خیلی خوب شد یه مقدار مثلا شاید زیادی هم اگه سوخته باشه مثلا میشه شدت کارو مثلا بذاریم روی 25 میگم دیگه خیلی نیاز به تست زیاد داره 25 تاریک میکنه صحنه کاملا مشخصه مثلا 28 29 فعلا قرار میدم تا بعد بریم بقیه تنظیمات رو انجام بدیم من الان تست رو دارم میگیرم و میبینیم که یک سری جاها سایه داره ایجاد میشه سقف من داره اکسپوز بو... اوور اکسپوز میشه تا یه حد کمی اینجا همینطور کف من اوور اکسپوز شده اینجاها سایه داره طبیعتا ایجاد میشه سایه اینجا فوق کار من رو جذاب کرده و همه چیز اوکیه فقط نکته ای که اینجا وجود داره خیلی بر ریز ریزبیناره به این نکته دقت کرد چیه من رندر باز میکنم اگه دقت کنید خب توی رندر من میبینیم که اینجاها خیلی تیره است اینجاها تیره است و میطلبه که کار تیره باشه اما توی تست رندری که دارم میگیرم اونقدر تیرگی و من مخصوصا تو این قسمت راست کار حس نمیکنم میبینید مثلا اینجا تیرگیش کاملا دقیقا منطقیه اینجا دقیقا منطقیه اما اینجا یه مقدار روشنه دلیلش چیه دلیلش اینه که ابعاد پنجره من یه مقدار بزرگه من چیکار میکنم میام پایین پنجره یعنی یک اکابه پایینم برای پنجرم در نظر میگیرم که یک مقدار به سمت پایین کار نور کمتر وارد صحنه بشه و این قسمت راست کاری من تیره تر بشه خیلی نکته ساده ایه اما متاسفانه اگه بهش توجه نکنید نور پردازیتون اون که میخواید خوب از آب در نمید برای همین مثلا یه نیمتر حالا فعلا در نظر میگیرم براش نیمتر پایین طبیعتا نور هم دیگه رد نمیشه حالا نیست نور ابعاد ت... نور هم جابجا بکنم خب الان تقریبا نور پردازی انجام دادیم بریم سراغ ساخت متریال برای ساخت متریال کل دیوار کار رو ما رنگ زرشکی باید در نظر بگیریم بجز بجز این دیواری که سمت چپه دیوار سمت چپ من خودم زرشکی در نظر گرفتم دیدم خیلی تم کار حالت زرشکی و قرمز میگیره اما وقتی که مشیش قرار دادم یه مقدار دارک تر میکنه قشنگ یعنی سمت چپ و در این حال که اینجا دارک هست تیر هست سایه افتاده این سمت چپ ها هم همچین حس و حالی رو بهش میده اوکی پس من میام این کار رو انجام میدم اول میام سقفم و یعنی آن یه آنهای میزنم تمام آبجکت های اضافه اینجوری هاید میکنم میام این کار انجام میدم اولین کاری که انجام میدم این قسمت دیوار و کار دیتچ میکنم وقتی که دیتچ کردیم در راستای ایگرگ یه لحظه مووش کنم یه دقیقه این ور خب وقتی که مووش کردم یه آنهای دال میکنم تمام قسمت های دیوار کار رو سلیکت میکنم فقط این سخف رو میکنم ایزوله میکنم خب بله تمام قسمت های سخفی که ما الان سلکت کردیم قرار متریال چرنگی بگیره قرار متریال اون حالت زرشکی رو بگیره برای ساخت متریال اول از همه میام یک وی ساده بهش نسبت میدم و حالا رنگ دیفیوز رو بعد براش پیدا کنیم میام اینجا یه خورده سرچ میکنم نزدیکش میکنم نسبت به رنگی که حالا اون کارم داره نزدیکش میکنم اما خب یه مقدار این کار سخته و بهتره برای این کار شما مثلا کد رنگ رو یه جا سیو بکنید و اینجا بیاید قشنگ کد رنگ رو وارد بکنید که منم این کارو کردم که خیلی وقتمون گرفته نشه برای پیدا کردن رنگ کار که این رنگی که الان ما اینجا رنگ رو اینجا مشخص کردیم ریفت و افو میزنیم میبینیم فعلا ستاپ اولیه اوکیه یه دیفیوز ساده فعلا براش در نظر گرفتم و برای ادامه کار قطعا دیوار ما نمیتونه یک دیفیوز خیلی ساده باشه پس میمیم مقدار بهش رفلکت میدیم و همینطور علاوه بر رفلکتی که بهش نسبت میدیم رفلکت گلاسینس هم بهش نسبت میدیم مثلا هفته هم حتی, حتی شیشنه هم یک حالت ماتی داشته باشه و وقتی نور بهش میتابه یک باستاب خیلی خوبی رو بهمون همون بده و علاوه بر اون برای قسمت دیوار سمت شب که دیوار مشکی رنگ هست از همین متریالی که دارم یه کپی میگیرم با شیفت میشه کپی گرفت اگه من شیفت رو نگه دارم با کلیک چپ بکشم میبینید ازش میشه کپی گرفت دیفیوزمو مشکی میکنم حالا مشکی صد صد نه مثلا با عدد 5 و دقیقا برای همین دیوارم هم. همون رفلکت گلاسینس که اینجا در نظر گرفتم اوکی حالا موش میکنم سر جاش و این قسمتی که مدل سازی کردیم خودمونم هم دقیقا همون متریال مشکی رو میگیره به این صورت اساینش میکنم الان تقریبا متریال هایی که ساختیم یعنی متریال های بیس اوکی شده میرسیم به این قسمت کار این قسمت کار رنگش رو میبینیم دقیقا واسه این هم همون متریال ها رو قرار نسبت بدیم فقط چه جوری اول از همه کانورت میکنم تو ادیت پالی میبینید الان چون بولیان کردم تمام اینا برام سلکت خیلی راحت نیاز سلکت میکنم قسمت پالیگان داخل رو دیتچ میکنیم چرا دیتچ میکنیم چون رنگ این قسمت داخل با بقیه اجزای اون فرق میکنه میبینید اینجا مشکی بقیه جا هم حالت زرشکی رو داره پس من میام دقیقا به این قسمت داخل همون مشکی نسبت میدم و به این قسمت بیرونم اون زرشکیو رو بینید خیلی راحت تونستیم این کار رو انجام بدیم حالا چه قسمتی از کار مونده بیم اول از همه دیگه متریال ها رو تغییری ندیم تست رندر بگیریم متناسب با تست رندری که داره دیده میشه بیم حالا ادیتی که نیاز داره رو روی اون انجام بدیم چی کار میکنیم اول از همه او بر برمیداریم بیم تست رندر میگیریم فقط من یه مقدار اینو کوچیکش میکنم که تست رندرم با ابعاد کوچیکتری گرفته بشه 720 خب تست رندر من داره گرفته میشه یک سری ایرادات اساسی داره کار من و نیاز به اصلاح داره اسلایاتش چیه میبینیم که نورمون اوکیه حتی یک مقدار به نظر من باز شدتش کمه بعدش یه مقدار کم کردم بازم به نظر من جا داره شدتش بره بالاتر متریال تخت رو بعد تغییر بدیم من اینجا رو مشکی کردم میبینید چقدر اون مشکی و سفیده میاد انگار متریال نداره این آبجکت من در حالی که اینجا میبینید که متریال مشکی برای بهش نسبت دادم دور پردازی که صورت گرفته خیلی خوبه این سایه های که اینجا ایجاد شده هایلایت های که اینجا هستش خیلی جذابه یه مقدار اسفیره تو زخ داره میزنه انگار اومده بیرون در حالی که باید بره داخلتر متریال بگیره بهش متریال ندادم یادم رفت میبینید جزئیات داره خودشو نشون میده سوتیا سوتیایی هم که دادیم داره خودشو نشون میده این می دونه دونه همه این رو انجام بدیم از همین اسفیره شروع میکنیم که خیلی دیگه داره تو زخ میزنه این از اسفیره متریال فرشی که ساختیم خیلی زخامتش اومده بالا میبینید اصلا نیازی نیست این همه زخامت اینا دیگه خوش رو تو رندر نشون میده و اینجاست که شما باید وقت بذارید و ادیت بزنید بعد از این کار میرسیم به این پا های سمت چپ و راست پا سمت چپ و راست رو یه مقدار میتونم موبشون کنم سمت راست و چپ یه مقدار بیشتر دیده بشن توی کار البته توی این کارم خیلی دید ندارن اما به هر حال به نظر من یه مقدار بدیم ورتر تره و وقتی که این کار رو انجام دادیم یک سری ایرادات اساسی از متریال ها اصلا ما هیچ وقتی برای متریال همون نساختیم متریال خوبه رنگش عالیه اما خیلی ساده و بیروهه لکه نداره خیلی دیوار دیوارمون فلته دیتیل بعد بدیم به کارمون همینطور این تخت از تخت بیایم شروع بکنیم میام اینجا و گروپ هم اوپن میکنم میام این قسمت پایین کار رو سلکت میکنم ببینم متریالش چیه اینه متریالش که انتخاب شد من میخوام متریالش مشکی کنم متریال سفید نمیخوام مشکیش بکنم چه جوری کافیه که بیاد اینجا یک ویری اوز میخوام یه کالر کارکشن بهش نسبت بدیم تنظیماتی که برای کالر کارکشن باید در نظر بگیریم چیه حالا میام تو تنظیماتش و میتونیم اول از همه مونوکروم میکنم که رنگ کار گرفته بشه و کاملا سیاه سفید بشه میام تو تنظیمات ادونس گاما راست رو کم و زیادش میکنم هرچی کمش کنیم کار من تیره تر میشه هرچی زیادش کنیم روشنتر تر میشه نا کن پنج نسبت میدم سفید سفید شد عدد مثلا 5 ده هم تیره تر یک دهم هم تیره تر مثلا پنج صدم هم حتی تیره که ما دقیقا همچین رنگ تیره یو میخوایم حتی از اینم باز راه داره یه مقدار تیره تر بشه بیایم اینو با هم یه تست کوچیک بگیریم من ریم. میگیرم که خیلی سریعتر به هم تست رو نشون بده و ببینیم کارمون اوکی یا نه خب خیلی دیگه تیره شد یه مقدار روشنترش میکنم یک دهم ده دوباره ریژن تست ببینید کم کم داره نتیجه میده فقط کافی که شما عدای مختلف رو تست بکنید و ببینید که با کدوم عدد به نتیجه دلخواه و مطلوبی که میخواهی میرسید خب الان تقریبا میشه گفت عالیه حتی 500 صدمی که در نظر گرفتم میتونم بکنمش چار الان عالی این قسمت کار میرسیم به متریال فرش متریال فرش من یک تم قهوه‌ای رنگ داره کرم قهوه‌ای داره که من اصلا نمیخوام تو کار من کاملا توسیه چی کارش کردم اونم دقیقا اومدم با کالر کارکشن متریالش رو تغییر دادم پس میام اینجا متریال فرشمون رو درک میکنیم یه کالر کارکشن به دیفیوزش نسبت میدیم وقتی که این کار رو انجام دادیم میریم حالت مونوکروم قرار میدیم فقط نکته ای که وجود داره خب با مونوکروم قرار دادن ما تونستیم رنگ کار رو بگیریم الان کار من یعنی کاملا توسیه سیاسفید مطلقه فقط یک مقدار تغییراتی روی اون باید انجام بدیم یه این مقدار برایتنس کنتراستش رو تغییر میدم ببینم که تجربه میشه این مقدار روشنه خیلی زیادی روشنه متریالی که مثل فرش کار هست این کمش میکنم ببینم تا چه حدی خوبه کنتراست کار هم خیلی زیاده میبینید یک سری جاها خیلی تیر است یک سری جاها خیلی روشن اما توی کار اصلی تقریبا کل کار تو یک تم داره رنگش تغییر میکنه اما کنتراست داره ها نه که نداره اما توی رندری که اینجا گرفتیم خیلی بیشتر اون کنتراست بیشتر داره تو زوق میزنه پس برای همین هم کنتراست کارشو کم میکنم من یک همچی حالتی مثلا منفی 45 50 حالا بعد تست بکنیم که ببینیم روی چه عددی خیلی به دیتیل خوبی میده فعلا این تغییراتی که انجام دادیم روی آبجکت ها رو بیاین با هم یه تست رندر بگیریم فقط اگه کشی قبلش توی هیستوری سیو گرفتم کارا که خودتون اصلا تغییرات متوجه میشدید که چقدر داره تأثیر میذاره روی کار من عدد 400 که براش در نظر گرفتم زیاده به نظر خودم الان میتونه همون 500 هم باشه نورمو یکی دو درجه حتی بیشترش میکنم میگم دیگه خیلی حالا من دارم ریزبینانه به این متریال ها دقت میکنم اما نیازه نیازی که شما بخواید کار حرفه و درجه یک تحویل بدید اینا خیلی کمک میکنه نور هم حتی بیشتر میکنم مثلا همون سی و یک دوباره تست میگیریم سی و یک عالیه قشنگ سمت راست داره اون سایه و هایلایت هایی که ایجاد شده خیلی کار جذاب کرده تقریبا میشه گفت کار ما تمومه فقط نکته که اینجا وجود داره چیه میرسیم به متریال اصلی کار یا متریال دیوار ما متریال دیوار رو اگه دقت بکنید بیشتر رنگی که کل کار من رو در بر گرفته متریال یعنی رنگ دیواره و اون چنان که نیاز بود ما براش وقت نذاشتیم پس نیازه که یه مقدار وقت بیشتری بذاریم چون بیشتر تصویر منو این رنگ توسی رنگ خود دیوارهای کار داره میگیره و نیازه که شما بتونید یه مقدار تغییراتی روی اون صورت بدید این تغییرات چیه برای دیوار من اومدم چه کاری انجام دادم اومدم به رفلکت گلاسینس هم یه تکسچر نسبت دادم به رفلکت گلاسینس وقتی شما تکسچر نسبت میدید چه اتفاقی میفته ما یک المانی داریم توی متریال مثلا بذارید متریال خود دیوار رو گت بکنم که روی اون توضیح بدم یک دیفیوزر یه متریال خیلی ساده ساختیم اوکی diffuse که رنگ کاملا مشخص رفلکشنمونم کاملا یک رنگ روشن تر نظر گرفتیم که رفلکت داشته باشه کارمون گلاسینس رو یک عدد فقط براش مشخص کردیم که هرچین عدد به صفر کمتر باشه دیوار ما کاملا مات میشه من عدد صفر در نظر میگیرم و به ما هم یه تست بکنیم اصلا یه چیز دیگه میشه اصلا میبینید خیلی خام و یه دست میشه هیچ هایلایتی نداره دیوار کار من و کاملا بیروحه اما در همین حال که داره تست رندر برای من گرفته میشه من عدد اون رو مثلا میذارم هفدهم میگه چه هایلایت جذابی تو کار من اضافه شد حالا هفته هم عدد بالاییه درست پس برای همون ما مثلا هم در نظر گرفتیم این هایلایت داره کار منو زنده میکنه و خیلی جذاب میکنه کار منو اوکی حالا به همین گلاسینسه هم یه یعنی تکسچر نسبت میدم که کاملا یک دست اون هایلایت برای من ایجاد نشه یه سری جاها مثلا هایلایت یه تیکه گوشه بیشتر باشه این تیکه کمتر بیشتر کمتر و این تکسچر برام تعیین میکنه حالا اون تکسچر چیه من یه تکسچر قرار دادم و روش کلیک میکنم تکسچر ببینید یه تکسچر کاملا سیاسفید یه تکسچر بتونه اصلا مهم نیست مهم اینه که شما یه تکسچر سیاسفید حالا مثلا تو الان بهتره این مقدار کنتراستشون کم و زیاده نسبت بدید به کار. پس من میام این رو کاملا میام و توی ماتریال ادیتورم رها میکنم و نسبتش میدم به رفلکت گلاسینس حالا آیا اینی که ما الان اینجا قرار دادیم چه اتفاقی افتاد تمام کار من خوشگل شد نه الان میام رندر میگیرم ببینیم چه تغییر صورت پیدا کرده روی کارم الان نسبت دادم کارم انگار همون کاری هستش که گلاسینس نزدیک به صفر کردم یه مقدار لکه ها بیشتر شده کار جذاب تر شده اما این اون چیزی نیستش که من میخوام فقط بعد دقت بکنید که وقتی شما اینو نسبت میدیم به این کار باید مدیریتش بکنید دوباره با کالر کارکشن خیلی رنگ من الان به تیر نزدیکه بر روشنتر بکنم که هایلایت بیشتر خوش نشون بده کار اولی که من انجام میدم اونم اینه که کنتراستش کمتر میکنم مثلا منفی هفتاد هنوز تیر روشن هست کار من را اما نمیخوام اونقدر ذوق بزنه یه سری جاها رفلکت 100 باشه یه سری جا رفلکت صفر و عددش هم بیشتر میکنم که روشن تر بشه کار من مثلا یه همچین حالتی اینو الان با هم بیام یه تست بکنیم به این صورت خب کم کم داره کار من جذاب میشه الان کاملا مشخصه که چه تغییری اینجا صورت گرفته برای اینکه بخوایم اون افکت و تغییرات رو بفهمیم میام این قسمت رو یه ریجن میگیرم با کیفیت بالا که قشنگ خودتون ببینید یه تکسچر به رفلک گلاسینس شما نسبت بدید چقدر میتونه تاثیر بذاره روی کارتون رندر فاینال میگیرم این قسمت رو که بتونم زوم بکنیم روی کار و کار اصلا با هم ببینیم خب الان تقریبا داره رندر گرفته میشه حالا چون بک کار هم مشخص نیست نمیشه خیلی تفاوتش متوجه شد اما یه کار دیگه با هم انجام بدیم ما الان تکسچر نسبت دادیم توی کارمون پس نیاز داره کارمون که یک وی درستی هم داشته باشه پس میام تمام آبجکت که این متریال قراره این متریال بهش نسبت داده شده رو سلکت میکنم به این صورت همینطور این و این دیوار پشت ایزوله میکنم تقریبا اوکیه و بهش یک وی مپ نسبت یو وی دولیو مپ به صورت باکس مثلا همین دومت در دومت که وقتی بهش متریال نسبت داده میشه مشکل نشته باشه کار من حالا میم دوباره به صورت ر... آی پی آر رندر میگیرم ببینم کارم تو چه مرحله قرار گرفته خب اگه دقت بکنید الان که من یووی مپ رو قرار دادم کاملا دیگه مشخصه که چقدر داره اون تکسچره برای من تاثیر میذاره اون لکه ها رو کاملا واضح ما داریم اینجا ها میبینیم اینجا ها خیلی بیشتر داریم میبینیم قطعا جایی که نور بیشترین تاثیر رو بذاره ما بیشترین بازخورد و اون رفلک گلاسینس داریم میبینید پس نیازمند این بود که ما یوویشو درست بکنیم و بعد بیم حالا اون رو بگیریم وقتی که این کار انجام شد تقریبا میتونم بگم کار تمام ما همه کارهایی که نیاز بود انجام دادیم فقط یه نکته وجود داره و اون نکته چیه بذارید قبل از اینکه اون نکته رو بهتون بگم یه دقیقه بیایم رندری که گرفتیم رو با رفرنس رفرنسمون مقایسه بکنیم متریال عالیه حالا ما داریم اونجا آی پی آر میگیریم کیف... کیفیت رندر رو بالا نیست که بتونیم مثلا این زوم بکنیم رو کار دیتیل رو ببینیم متریال اوکی آبجکت کف فرش اوکیه نورها اوکیه سایه ها اوکیه فقط نکته که اینجا وجود داره چیه اگه دقت بکنید توی این کار به تخت من روی تخت من خیلی روشنه و میبینید یعنی روی تخت من روشنه از این لبه به پایین یه مقدار تیره تر شده میبینید این یعنی روی ملافه رو تختی من رنگ کرم داره دیگه این قسمت روی بالاش روشنتره وقتی که میاد توی این وجه کار تیره تر میشه دلیلش چیه؟ توی این کار این عمل اصلا خیلی اونچنان خوشو نشون نمیده کل کار انگار یه رنگه من چی کار کردم من اومدم اینجا یک نوری قرار دادم و بعد اونو هایدش کردم این میتونم بگم بزرگترین نکته یه این ورکشاپه که خیلی بهش دقت نمیکنن هنگام نور پردازی شاید نیاز یعنی صحنه من یه دونه منبع نوری داره توی واقعیت توی واقعیت شما نمیاد نور دیگه جایی قرار بدید و فقط یه منبع نوری دارید اما این نرم ما باید نرم هدفمو هدف یک رندر خیلی خوبه پس میم یک سری نورهای توی صحنه قرار میدیم و اونها را اینویزیبل میکنیم که کار قشنگ تحویل من بده من بتونم کار خوب تحویل کار فرما بدم و از این تکنیک ها استفاده میکنم چی کار میکنم اول همه گروپ هایت میکنم میام تو ویوپورت تاپ و بدون اوتو گرید اینجا ایوی لایت ترسیم میکنم مووش میکنم بالا تقریبا اوکیه وقتی که مومش کردیم بالا فقط ابعادش باید خیلی حواستون بهش باشه که دقیقا روی این قسمت تخت رو بگیره یه مقدار کوچیکترش میکنم موش میکنم عقب به این صورت تو این راست هم اسکیلش میکنم تقریبا اوکیه و شدت سی خب طبیعتا خیلی برای زیاده نور پنجره ای من سی حالا من شدت اینو مثلا ده در نظر میگیرم بریم تست بگیریم ببینیم الان چه تغییری داره روی کار صورت میگیره تست رندر زدم فقط هایدش نکردم اینویزیبلش نکردم، نه اینویزیبله اوکیه داریم میبینیم که خب شدت نور من الان خیلی زیاده دیگه عدد ده بالاست، عددش رو مثلا میذارم دو دوباره تست رندر مثلا پنج بذار بینم چجوری میشه، پنج تست رندر میگیرم مجدد زیاده عدد دو عدد دو داره بهتر میشه و و نکته که وجود داره ارتفاع نور من بالاه قشنگ داره تاثیر میذاره روی کار من و این دلیل برای این نمیشه که من نورمو بخوام بیارم پایین ها اگه الان من نورمو بیارم پایین خب میبینید نور میاد پایین اوکی تخت من خیلی روشن تر شد عالیه اون هایلایتی که در داشتم صحبت میکنم که روی تخت روشن اینجا تیره تر اوکی شدتش مثلا زیاده اوکی یکش میکنم اما من نمیخوام این نوری که تولید کردم توی صحنه بیاد تأثیر بذاره روی کل کار من نمیخوام سایه منو اینجا روشن تر بکنه باید چیکار بکنم یه تنظیماتی هست توی نور مثلا نور رو موو میکنم بالا تو گزینه آپشن اکسکلود یعنی که فقط نور من به چه آبجکت هایی بتابه یا مشخص کنم به چه آبجکت هایی نتابه من میام اول از همه اسم آبجکت هم ببینم چیه آخرش بد داره اکسکلود میکنم این آبجکتی که آخرش بد داره رو میفرسم سمت راست و میگم اینکلود باشه یعنی این نور من فقط به این تخت من بتابه همینو بس و این کار باعث شده که روی تخت من الان روشنتر باشه اوکی این خیلی نکته مهمیه حالا نور من بالا اصلا الان دیگه تاثیرش روی دیوار نمیبینم چون فقط داره به تخت من میباره. میتابه اگه مولتیپلایش رو پنج در نظر بگیرم هیچ تاثیر روی این صحنه من نداره فقط چون داره به تخت میتابه اینجوری خیلی راحت میتونیم نورهای جزئی توی صحنه قرار بدیم هایدشون بکنیم این میزیبلشون بکنیم بگیم آقا فقط به این دیوار بتابه که بتونیم هایلایت ها رو مدیریت بکنیم بالانس نوری رو مدیریت بکنیم و کارمون رو خیلی جذاب بکنیم وقتی که این کار تموم شد حالا یه خورده دیگه تم رنگ من آبی رنگ دیگه اینو نمیخوام خیلی باشه مثلا همون 6500 قرار میدم کاملا یک رنگ سفید رو بتونه روی تختم ایجاد بکنه میبینید الان تقریبا کل کار من تمام شد و تونستم به خروجی خیلی خوب دست پیدا بکنم و بچه این الان خروجی کاری که ما انجام دادیمه و نکته ای که اینجا وجود داره چیه اینه که یک مقدار همیشه هر رندر نیاز هستش که ما یک مقدار توی فتوشاپ مدیریت کنیم نور و رنگا رو چه جوری من همیشه و تنها رایی که به همه پیشنهاد میکنم چیه کافی که بیا تو تب فیلتر یعنی انتخاب باشه عکستون تو تب فیلتر کم را فیلتر که بتونیم یه مقدار هایلایت ها رو بیشتر بکنیم سایه ها دارکتر باشه قلزت کار بیشتر باشه قلزت رنگی کار بیشتر باشه تکسچر ها شارپ و همون میزانی که ما روش زمان گذاشتیم به نوعی دیده بشه متوجه هستین پس برای همین من یه خورده میام اکسپوژر بیشتر میکنم کنتراست کار رو یه مقدار بیشتر میکنم خیلی این کارو نکنید که اقراق بشه توی کارتون و اینا بیشتر بکنید میبینید یه کار خیلی که جذاب اما رندر خوبی نیست اون رندر خوبی میخوایم هایلایت ها رو میبینید اگه من هایلایت ها بیشتر بیشتر کنم دقیقا خود فتوشا متوجه میشه که شما روی تخت نور قرار دادید می فقط روی تخت رو روشن میکنید یا این قسمت کار رو پس هایلایت ها رو یه مقدار بیشتر میکنیم شادو ها رو کمتر بکنید تیره تر میشه قسمت هایی که سایه هست روی کارتون میبینید یه مقدار کمتر میکنیم تکسچر تکسچر تا تاز زیاد کنم زیاد کنم خیلی دیگه تکسچر رو داره بولد بهم نشون میده من خیلی نمیخوام مثلا عدد 7 8 10 خیلی کار من جذاب بکنه این بود کار من و این شد حتما با فتوشاپ یک مقدار تغییر رنگ و نور روی اون انجام بده دقیقا با همین روشی هم که بهتون گفتم تمام تنظیماتی که مرتبط با تم کمر را فیلتر هستش شما تو یک ویدیوی جدا بهتون گفتم تو همین کانال یوتیوبمون آموزشش هست یه خورده پایین تر برید و ببینید خیلی میتونه بهتون کمک بکنه و امیدوارم این ورکشاپ هم براتون مفید بوده باشه حتما اگه کارتون رو انجام دادید حتما با ما بفرستید که یه انرژی خیلی خوبی هم به ما بدید. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید حتما اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید نظرتون رو توی این ویدیو برامون بنویسید حتما حتما اگه سوالی داشتید توی گروه تلگرام از بپرسید حتما بهتون جواب میدیم و بتونیم یک خروجی خیلی خوبی رو در نهایت داشته باشیم از این ورکشاپ میگم ورکشاپ دو تا پارت بود و من سعی کردم تمام نکاتی که نیاز هستش رو بهتون بگم تا یک خروجی خیلی جذاب داشته باشید میگم کار خارق‌العاده‌ای آدم انجام ندادش اما همه کار رو قدم به قدم و درست پیش بریم ما رو به نتیجه خیلی خوبی میرسونه و حتما حتما کانال ما هم سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ما ویدیو جدیدی میذاریم برای شما نوتیفیکیشن میاد و تشریف بیارید ویدیو جدید رو ببینید و درباره ورکشاپ ها و این نکته رو بهتون بگم حتما اگه کاری انجام میدید توی گروه تلگرام بفرستید باهاتون کرکشن بکنیم که این نتیجه خیلی خوبی رو بهش دست پیدا بکنید تا ویدیوی بعدی و ورکشاپ های بعدی فعلا خدا نگهدار